علی مصلح روزنامه‌نگار و منتقد سینما همراه ما شدن. آقای مصلح خوش اومدیم به این گفتگو. آقای رسولوف در مورد فیلم دانه انجیر معابد صحبت کرد و گفت می‌خواستم برسم به ذهنیت کسایی که از سیستم حاکم تو جمهوری اسلامی دارن حمایت می‌کنن. با توجه به تجربیاتی که رسولوف تو این سال‌های اخیر داشته در ایران، فکر می‌کنید چقدر نزدیک شده به این خواسته؟ ببینید، در واقع من که این فیلم جدید رو ندیدم، ولی محمد رسولوف چندین فیلم اخیرش رو اگر نگاه بکنیم داره درباره همین موضوع صحبت میکنه. حالا مثلا مشخصا اگر به فیلم لرد اشاره بکنم، کاملا یک آدم رو در برابر فساد سیستم نشون میده که چجوری اون سیستم فاسد در واقع میتونه این رو از ساده ترین نیازهاش در واقع محروم بکنه. یا مثلا در فیلم شیطان وجود ندارد بحث اعدام رو مطرح میکنه در چند اپیزود، برخوردی که وجود داره در واقع، این بحثی که به مدت بیش از 14 هست وجود داره. فیلم های متعددی ساخته بر اساس چیزهایی که منتقدان نوشتن و روزنامه نگاران ایرانی و خارجی میگن درباره فیلم دانه انجیر معابد. به نظر میرسه بجز مسئله نسبت با واقعیت که داره و خود آقای رسولوف هم در این نشست هم در گفتگوهای دیگه گفته، از تجربیات خودش در برخورد با سیستم قضایی و امنیت ایران در واقع الهام گرفته، مسئله رو برده داخل یک خانواده و اینه که به لحاظ داستانگویی و سینمایی به نظر من تحت در واقع مورد توجه قرار گرفته. یعنی یک فضای ملتهبی ساخته در قالب یک درام خانوادگی که یک آدمی که حالا مثلا قاضی دادگاه انقلابه در داخل خونش با فرزندانش دچار یک تنشی میشه، در واقع اون تنشی که بیرون از در واقع خونه هست و در جریان اعتراضهای سال 1401 رو میبره و در قالب یک داستان و درام خانوادگی مطرح میکنه. چون همونطور که الان شما خودتونم پخش کردین، مسئله زبان سینما خیلی مهمه. یعنی وقتی ما درباره سینمای زیرزمینی یا سینمای مستقل ایران حرف میزنیم، باید به این دقت بکنیم که صرفا شعار دادن یا موضوع ملتهب نیست، بلکه ما باید به اون بیان سینمایی توجه بکنیم. و به نظر میرسه که محمد رسولوف با توجه به اینکه به هر حال تجربه ساخت چندین فیلم رو داره، در این فیلم تونسته این کار رو بکنه و به همین دلیله که ساعتی مونده به برگزاری اختتامیه، رسانه های بین المللی میگن شاید شانس اول دریافت جایزه نخل طلاست. این رو باید خیلی در واقع بهش توجه بکنیم. آقای مصلح اشاره کردین به سینمای مستقل در ایران و اینکه آقای رسولوف هم اشاره کردن که باید به زبان جهانی صحبت کرد در این سینما. فکر می‌کنین که واقعا روایتی که رسولوف گفت چقدر نزدیک هست به واقعیت در سینما ایران؟ سینماگرای مستقل چقدر به زبان جهانی صحبت می‌کنن؟ ببینید، همون آزمون و خطایی که آقای رسولوف میگه به نظر من وجود داره. بر اساس اون تعداد فیلم هایی که در این یک سال و نیم بعد از اعتراض های 1401 ما دیدیم، به دستمون رسیده و دیدیم و در فستیوال های بین المللی به نمایش در اومدن، به نظر میرسه که اولویت اول فیلمسازان این بوده که اون در واقع جنبه اعتراضی رو پررنگ بکنن. این در واقع این همون خیلی کار دشواریه. شما وقتی 14 به عنوان فیلمساز یا به عنوان سینما دوست در معرض تولیداتی باشید که از یک صافی در واقع سانسور گذشته که بسیار هم پیچیده شده، یعنی هرچی گذشته سانسور هوشمندتر شده در جمهوری اسلامی، خود به خود در واقع شکافتن این پیله و بیرون اومدن کار دشواریه. به همین دلیله که و اینکه تک تک این فیلم هایی که ساخته شدن خطرات امنیتی برای سازندگانشون داشتن، بنابراین ممکنه که فیلم سازان به این دام بیفتن بخوان همه حرفاشون رو مثلا در یک فیلم، در یک داستان، در یک زمان کوتاه بزنن. ولی من به نظرم به تدریج سینمای مستقل ایران هرچی میره جلو به این نتیجه میرسه که باید از اون لایه مضمونی و محتوایی عبور بکنه و به یک بیان سینمایی و به یک زبان بین المللی برسه که مخاطب خارجی که شاید خیلی در جریان تحولات داخلی ایران نباشه هم بتونه باهاش ارتباط برقرار کنه و اون وقته که این فیلم ها میتونن کاملا جایگزین سینمای قبلی ایران بشن که در صحنه بین المللی مورد توجه بوده ولی مثلا درباره حجاب اجباری به خاطر فشارهای حکومت دروغ میگفته. این تصویر جدید تنها در صورتی جایگزین اون قبلی میشه که در واقع بیان سینمایی و اون زبان بین المللی هم در این فیلم های مستقل و زیرزمینی کاملا رعایت بشن. ممنونم علی مصلح، ممنون از حضورتون در این گفتگو.